این ویدیو میخوام بهتون آموزش درست کردن یه جور خمیر پیتزا خیلی ساده رو یاد بدم. این خمیر به مدت طولانی واسه برآمدن احتیاج داره، ولی یه فرقی که با خمیر دیگه داره اینه که نیاز به ورز دادن نداره. مدت 24 ساعت یا حتی کمی بیشتر میتونید خمیر رو از قبل آماده بکنید و درست استفاده کنید. آماده که لازم داریم برای یک نفر 1.5 پیمان آرد هستش. این از آرد مخصوص نون استفاده کنیم و از آرد معمولی فرق نمی کنه. مخمر داریم، خیلی کم ازش استفاده میکنم، من که این خمیر و اون تخمیرش به مدت طولانی انجام میشه، زیاد لازم نداریم، خیلی سریع ور بیاد خمیر. نمک داریم، در من نصف قاشق چای خوری، شکر هستش و همین مقدار. روغن زیتون، یه قاشق غذاخوری کافیه. نکته مهم آب هستش واسه این تهیه این خمیر. آبو کم کم اضافه میکنیم، نه خیلی شل بشه نه خیلی سفت بشه، در ولرم هم باشه، خیلی هم نباید داغ بکنیم که مخمرها رو از بین میبره. برای آب خمیر هیچ استانداردی وجود نداره، اینکه هر جنس و مدل آرد با آرد دیگه فرق میکنه و مقدار آبی که احتیاج داره متفاوته، و همین در این چشمی باید بریم در رو تجربه. رفتم یکم دیگه آب آوردم، آب من تقریبا یک پیمونه بود. این آرد یه ذره آب بیشتر میخواد. الان کار میشه خمیرتون که به این شکل در اومد، اینو میذاریمش که خودش بر بیاد. جای گرم هم لازم نده، حتما تو دمای اتاق، دمای معمولی اتاق هم باشه. بعد سرش رو باید کامل ببندین و بذاریم خودش آروم آروم بر بیاد. ظرفتون باید 3 تا 4 برابر حجم خمیر باشه، برای اینکه این خمیر خیلی برمیاد و میاد بالا، همه یه جور خمیر ترش به حساب میاد. خب این آماده است، اینو ما میذاریم و روز بعد فردا میام به سر میذاریم ببینیم چطور شده. خب روزه 24 ساعت گذشته، خمیر رو هم باید کنم بشنگ همین پف کرده اومده بالا، دیگه الان آماده است برای درست کردن پیتزا که الان روشش رو من بهتون یاد میدم. خب حالا ساعت کار رو کامل باید آرد بپاشیم، چون این خمیر خیلی چسبنده است. اونو خالی کنیم روی آرده،
این باش مشکل داری میتونین کمی دستتون رو خیس کنین، خیلی راحت کنده میشه. در واقع این پایه خمیر ترش هستش. به این شکل کامل روش آرد میپاشیم. خمیر خیلی نرم و عالی در میاد. حالا من اینو میذارم حدود یه نیم ساعت هم به این شکل استراحت بکنه، بعد دوباره میایم و ادامهش رو انجام میدیم. خب همونجور که میبینید خمیر رو من باز کردم و توی قالب گذاشتم. این آماده است، خیلی هم نازک میشه و چون پف میکنه. من اینکه من پیتزا رو درست کردم بهتون نمونهش رو نشون میدم. خب پیتزا همون هم میبینید آماده شد، یعنی رو نشد چند کسابی پف کرد و پوکی پوک شده. همین راحتی میتونین این خمیر خوب درست کنین و ازش لذت ببرین، دیگه احتیاج به ورز دادن هم نداره.